اگر میخوای یه رابطه جدید رو شروع کنی یا شروع کردی یا اینکه اصلا توی رابطه هستی، سه تا چیز رو میخوام بهت بگم. اگر هر کدوم از این سه تا چیز رو رعایت نکنی، 100% اون رابطه از یه جایی به بعد دیگه به درد نمیخوره. پس همراه من باش، بهت بگم چه خبره. قبل از اینکه به ادامه برنامه بپردازیم، لطفاً ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و شیر کنید برای دوستانتون که همچنین از ویدیوهای بعدی من هم با خبر بشید. میلیون‌ها انسان در سراسر دنیا در آیین‌ها و سنت‌های مختلف در حال ارتباط برقرار کردن هستند. عموماً اگر دقت کرده باشید، شاید 70-80% این روابط 100% روابط موفقی نبوده. شاید هم دارن همدیگر رو تحمل یا میخوان وارد رابطه بشن. تازه حدود 40-50% هم تو قرن 21 دارن از هم جدا میشن. دلیلش چیه؟ طبق تجربیاتی که من و یه سری از دوستانم به دست آوردیم، سه تا موضوع رو باید حتما در نظر بگیرید تو یک رابطه. البته که این سه تا موضوع شامل درد و مقدار آگاهی شما هم میشه، ولی خب برای به دست آوردن همچین قابلیتی مقدار کمی نیاز به اطلاعات هم دارید. میخوام این سه تا موضوع رو براتون بازش کنم. نهایت سعیام میکنم که خیلی سریعتر بهتون بگم. شاید سرفصل هر کدوم از این موضوعات و ساعت‌ها و روزها بشه در موردش صحبت کرد. این سه تا موضوع به قدری مهمه این که هر کدومش رو اگر توی رابطه نداشته باشید و در موردش ندونید و رعایت نکنید، اون رابطه 100% از یه جایی خراب میشه و متلاشی میشه. اصل شماره 1، حفظ ارزش‌های اصلی. یعنی چی حفظ ارزش‌های اصلی؟ خانم ایکس با آقای ایگرگ در سن 30 سالگی دوست میشن، آشنا میشن، با هم دیگه وارد رابطه میشن. خیلی هم هم دیگه رو دوست دارن، اصلا بهترین دوران و شیرین ترین روزهای زندگیشون رو تو اوایل رابطه با هم دیگه دارن. ولی یه مدت که میرن زیر سقف، یه جورایی بهش میگن قانون زیر سقف. وقتی میرن زیر سقف، وقتی تو منطقه امن عادت‌های خودشون قرار میگیرن، همه چیز تغییر میکنه. کم کم خواسته ها بیشتر میشه، توقعات بیشتر میشه، مشکلات کم کم میاد. چرا؟ اصل اول خیلی مهمه توی این موضوع. حفظ ارزش های اصلی یعنی چی؟ اون خانومی که در سن 30 سالگی با آقایی که در سن 30 حالا یا 40 فرقی نمیکنه با هم دیگه وارد رابطه میشن، شخص هر کدوم، خانم یا آقا، هر کدوم برای خودشون در طول زندگی، در طول مسیر زندگیشون، توی این رشدی که کردن، یک سری از چیزها، یک سری از عنوانها، شاید یک سری از وسایل حتی، یا شاید نسبیتها، جزو ارزشهای اصلی زندگیشونه. میتونه جاسوسیشون باشه، سگشون باشه، اصلا پدر مادرشون باشه، میتونه هنرشون باشه، موسیقی باشه، ورزشش باشه، هر چیز دیگه. هم آقا هم خانم فرق نمیکنه. ما انسان ها با کوهی از تجربه، با دنیایی از سختی ها، خوشی ها، ارزش ها داریم زندگی میکنیم. این ارزش ها رو به خودمون داریم حمل میکنیم. خیلی هاشون رو شاید فراموش کردیم، ولی یادمون باشه که هست. این ارزش ها فوق العاده برامون ارزشمنده. شاید ما اصلا خبر نداریم که برامون ارزشمنده. خیلی از موضوعات اینجا مطرح میشه. ما اصلا خبر نداریم چه چیزایی توی زندگیمون برامون ارزشمنده. ولی وقتی یکی انگوش میذاره روش، سریع شاکی میشه. پس ارزشمنده. ولی تو باید این ارزش رو به طرف مقابلت در ابتدای رابطه بفهمونی، برات جا بندازه و طرف مقابل تو باید درک و فهم اینو داشته باشه که ارزش‌های اصلی شما رو بپذیره و شما هم ارزش‌های اصلی اون شخص رو بپذیرید. قانون شماره 1، حفظ ارزش‌های اصلی. اگر خانم یا آقایی یکی از این ارزش‌ها رو عنوان کرد، طرف مقابل حتی نمیتونه به خودش اجازه بده که احضار نظر هم بکنه. فقط و فقط میتونه به ارزش‌های اصلی طرفین، فقط میتونه تا آخر عمرش احترام بگذاره. این بحث خیلی بزرگه، خیلی ریشه داره. چیزی که دارم بهتون میگم، خیلی باید رسیده باشید به اون منطق که بتونید اون رو درک کنید که شخصی که 30 سال عمر کرده، 20 سال عمر کرده، 40 سال عمر کرده، یه سری ارزش‌های شخصی داره برای خودشه. باید فقط بهش احترام گذاشت، فقط و فقط. حتی نظرم نمیتونی در موردش بدی. این اصل شماره 1 بود. بسیار ریشه داره و بسیار پرو و روزها و ساعت‌ها میشه در موردش صحبت کرد، ولی برید بشینید در موردش فکر کنید. حفظ ارزش‌های اصلی طرفین، اصل شماره 1 بود.
اصل شماره 2، طرفین تا حدودی به همدیگه اجازه میدن تا همدیگر رو تربیت کنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه طرفین تا حدودی به همدیگه اجازه میدن تا همدیگر رو تربیت کنن. چطوری؟ الان خدمت رو میگم. مثلا خانم توی آشپزخونه داره غذا میپزه، آقا هم توی حال داره تلویزیون نگاه میکنه. خانم غذایی که میپزه بو داره، حالا بوی پیاز، بوی ماهی، هر چی که هستش، ولی صدای هود آشپزخونه اذیتش میکنه اگر بزنه، هود گازو بزنه. آقا هم مجبوره بره بیرون از خونه چون بو خیلی اذیتش میکنه. اینجا خانم خونه ترجیح میده تحمل کنه صدا رو که هود آشپزخونه رو بزنه. حالا فرق نمیکنه، در موضوعات دیگه آقایی باید کوتاه بیاد. پس تا حدودی با همدیگه باید کنار بیان، اجازه به همدیگه بدیم که نسبت به تربیتمون یه مقداری تغییر کنیم. درسته که هر کس باید ارزش شخصی خودش رو داشته باشه، ولی یه مقداری باید حتما کوتاه بیایم و به خاطر همدیگه یه سری چیزا رو تحمل کنیم. تا حدودی قرار نیست وارد رابطه بشیم شخصی باشه و قرار نیست اصلا خودمون رو در اختیار کسی قرار بدیم. آدم‌ها در طول زندگیشون یک همراه میخوان، یک همیار میخوان، یک دوست میخوان. قرار نیست کسی رو عوض کنیم. یه جمله خیلی معروفی هست، میگن تفاهم در درک تفاوت هاست. یعنی چی؟ یعنی اینکه شخصی که وارد زندگی شما میشه متفاوت با شما. قرار نیست با شما مثل شما فکر کنه، قرار نیستش که مثل شما باشه، قرار نیست شما تغییرش بدید، اون خودشه. فقط قراره که مسیر رو با هم همراه باشید، تشکیل خانواده بدید، زندگی کنید، برید جلو. پس اصل شماره 2، حتما به طرفتون باید تا حدودی اجازه بدین که طرف شما رو تربیت کنه، نه اینکه تربیت کنه. اصولهای رو، قوانین رو با هم دیگه تا اونجا که میتونید کوتاه بیاد. شاید اسمشو بذارن تفاهم. تفاهم اصلا به این معنا نیستش که خب ما جفتمون موزیک فلانی رو دوست داریم، چقدر تفاهم داریم. اینا همه دلیلهای بدون ریشه‌ای هستش که در جامعه ما راه افتاده. من با شوهرم یا من با خانومم خیلی تفاهم دارم سر فلان چیز. نه، تفاهم یعنی اینکه تو بتونی تفاوت همسرت رو درک کنی، تفاوت طرف مقابلت رو درک کنی. به این میگن تفاهم، نه اینکه جفتمون از یه رنگ خوشمون میاد. خواهم بریم سراغ اصل شماره 3، یکی از مهمترین اصلها. رابطه باید دارای هدفهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بشه. در طول مسیر زندگی پر از اتفاقات سرآشوبی و سربالایی و چاله و افسردگی و ضربه های بزرگ، همه اینها هست. برای آقای خانم فرق نمی کنه. مهم اینه که شما هدف داشته باشید. اگه یه موقعی من آقا افسرده شدم، از هدفم دست کشیدم، خانومه بیدارم کنه، یا اگه خانومه دست کشید آقای بیدارش کنه. باید دارای هدف باشید. خب بریم سر خونه زندگی خدا بزرگه، بچه بیاریم خدا بزرگه، بریم دنبال زندگیمون خدا بزرگه، اصلا همچین چیزایی نیستش. بیایید بیرون از این خوابهای سنتی، اصلا همچین چیزی نیست. من خیلی راحت بهتون میگم، باید در مورد طرفتون بدونید، باید در مورد اهداف طرفتون بدونید، باید در مورد نگرش و نوع دیدگاه طرف مقابلتون حتما بدونید. هنوز متاسفانه قانونی نیستش که توی این دنیا بخوام بگن اگه میخواید ازدواج کنید حتما برید کلاس. یه سری کلاس‌های آموزشی و مشاوره هست، ولی به درد نمیخوره متاسفانه. من همیشه گفتم اگه زمانی کسی میخواد بچه دارم بشه، واقعا 5 سال بعد کلاس بره، حداقل 5 سال کلاس بره، یاد بگیری که اصلا بچه چی هست. پس توی رابطه حتما باید هدف‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشین، چون زندگی طولانیه برای دو نفر. برای ما شاید 70 سال سن، شاید 50 سال رابطه، یک عمر رابطه باشه برای ما انسان ها. پس این یک عمر باید یه چیزی نقطه A تا B رو داشته باشه با خودش. نقطه A تا B رو باید همدیگر رو حتما حمایت کنید و ساپورت کنید. پس تا اصل یادمون نره، حفظ ارزش های اصلی، تربیت طرفین، و سوم هدفدار بودن رابطه. هر کدوم از این ستا رو نداشتی، شک نکن که اون رابطه یک جایی از بین میره. شک نکن. توی 2 تا ویدیوی قبلیم در مورد آگاهی و مغز براتون توضیح دادم. مغز انسان پر از قدرت‌های بیشماره که هنوز ناشناخته است. پس باید بدونیم که خودمون رو حتما باید به یک سطحی از آگاهی برسونیم، حتما یه مقداری مطالعه باید بکنیم. سه تا اصلی رو که خدمتتون گفتم شاید سرفصل خیلی راحتی داشته باشه، شاید خیلی راحت بهش نگاه کنی، ولی اگه در عمقش بری بسیار بسیار پیچیده است. یعنی در واقع به خودت میرسی، نه به طرف مقابلت. این سه تا اصل تو رو به خودت میرسونه،
که کی هستی، چقدر قدرت داری که میتونی تفاوت طرف رو درک کنی و با اون تفاوتش کنار بیای. هر چیزی میتونه باشه، نوع مدل خوابیدنش، رقصیدنش، خندیدنش، همه چیش. آیا میتونی باهاش کنار بیای؟ چقدر بزرگ شدی که میتونی باهاش کنار بیای؟ چقدر اطلاعات داری که میتونی باهاش کنار بیای؟ چقدر خودتو شناختی؟ قبلا هم گفتم خودشناسی به این نیستش که من از فلان رنگ خوشم میاد، میدونم فلان اتفاق بیفته چه واکنشی نشون میدم. نه، خودشناسی به مقدار اطلاعات و تجربیات تو توی زندگیت برمیگرده که تو چقدر نقطه دیدت وسیعه، چقدر دل بزرگی داری که میتونی یک انسان رو در کنار خودت با تمام تفاوتهاش داشته باشیش و برای خودش بخوای. این اصلش زندگی. دقیقا زندگی مشترک. خوب گوش کنید، زندگی مشترک دقیقا مثل این میمونه که دو نفر کنار همدیگه توی یک واگن ترن هوایی میشینن و با همدیگه مسیر رو در پستی ها و بلندی ها پشت سر میذارن. واکنش هر کدوم یک تمده، ولی یادتون باشه هر کس تو صندلی خودش نشسته، نمیتونی بندازیش پایین یا نمیتونی بذاریش رو پای تو بشینه. اینجاست موضوع اصلی. توی رابطه فهمیدید یک نفر سخت عاشق شما شده، مطمئن باشید اون رابطه به مشکل میخوره. چرا؟ چون خودش رو فراموش کرده. شما طرفین نباید خودتون رو فراموش کنید توی رابطه. توی رابطه فراموش کردن خودتون کاملا از دست دادن خودتونه. شما دیگه قابلیت این رو ندارید که دوستتون داشته باشن. چرا؟ چون یه شخص دیگه هستید. من اصلا دوست ندارم با آدمی مثل خودم ازدواج کنم. اصلا انگار دارم با خودم ازدواج کنم. بورینگ میشه. اصلا حوصله‌تون سر میره. پس انسانی متفاوت داره میاد تو زندگیتون. یادتون باشه که کاملا متفاوته. یادتون باشه که توقعتون باید بیاریم پایین. نه هر چیزی رو. یه سری آرمان‌ها و المان‌ها هستش که باید حتما در نظر بگیرید. ولی این سه تا هستی که براتون گفتم بسیار مهمه. اصلا قاطع نکنید که تفاهم توی رنگ و لباس و ماشین و آهنگ مورد علاقه و کشور مورد علاقه و هوای. نه، ما بزرگترین اتفاقات زندگیمون رو از کودکی در ایگو خودمون داریم، در ضمیر ناخودآگاه خودمون داریم و اونا رو داریم به خودمون حمل میکنیم. خیلی ها شاید همچین به مزاجشون خوش نیاد. باید یاد بگیریم که به قدری از بالا نگاه کنیم، به قدری بزرگ شده باشیم و فهمیده باشیم و به قدری به اون درجه رسیده باشیم که بتونیم آدم متفاوتی رو در کنار خودمون داشته باشیم و به ارزش‌های اصلیش احترام بگذاریم و به خاطرش بتونیم از یه سری مسائل بگذریم و اینکه بتونی تو هدفات همراهت باشه. یادت نره ویدیو رو لایک کنی، سابسکرایب کنی، اون زنگوله رو هم بزنی که از ویدیوهای بعدی من حتما باخبر بشی. ویدیو رو هم شیر کن. شاد و پیروز و مانا باشید. تا برنامه بعدی، بدرود.